انجیل متی باب 15 آیه 11 می‌خوانیم که انسان به وسیله آنچه می‌خورد و می‌نوشد ناپاک نمی‌شود، بلکه آن چیزی که از دهان او بیرون می‌آید او را ناپاک می‌سازد. همچنین در انجیل متی باب 15 آیات 18 و 20 هم چنین نوشته شده است: اما چیزهایی که از دهان بیرون می آید از دل سرچشمه می گیرد و آنهاست که آدمی را ناپاک می سازد، زیرا افکار پلید مانند قتل، زنا، فسق، دزدی، شهادت دروغ و افترا از دل سرچشمه می گیرند و اینهاست چیزهایی که آدمی را نجس می سازد، نه نشستن دست ها قبل از غذا. و باز در کتاب رومیان باب 14 آیه 20 می‌خوانیم که کار خدا را به خاطر خوردن غذا خراب نکنید. تمام خوراکی‌ها پاک هستند، اما گناه دارد اگر کسی به وسیله آنچه می‌خورد باعث لغزش شخص دیگری بشود. آیات بالا به سه نکته خاص اشاره دارد: اول اینکه خوردن غذا انسان را ناپاک نمی‌سازد، دوم آنکه آنچه که از دل بیرون می آید نجس کننده است، و سوم می گوید به خاطر خوراکی کار خداوند نباید خراب شود. در اینجا می بینیم که خوردن غذا باعث ناپاکی و نجاست انسان نمی شود و این نکته نباید باعث شود که خود را محدود کرده و از نعمتهایی که خداوند به ما داده است محروم سازیم، بلکه تمام حواس ما بر این نکته متمرکز باشد که از درون قلب و ذهن ما افکار ناشایست خارج نشود، زیرا آن افکار و اعمال نادرست مانند دروغ و زنا و فسق و انتقام و کینه هستند که ناپاک کنندند. البته در آیه 21 از باب 14 کتاب رومیان به نکته بسیار خاصی اشاره می کند و آن این است که اگر خوردن گوشت یا شراب یا انجام کارهای دیگر تو موجب لغزش یا رنجش دیگری شود، بهتر است از آن دست بکشی. پس می‌بینیم خوردن و نوشیدن نجس کننده نیستند. آن چیزی که نجس کننده است، نتیجه رفتار ما پس از خوردن و نوشیدن است. بدین معنا که اگر خوراکی تأثیر نادرستی بر رفتار و افکار ما می‌گذارد، بایستی آن را حذف کنیم و نخوریم. وگرنه خود خوراک نجس نیست، عملکرد نادرست ما نجس است. و در آخر آنکه اگر فقط به خوراکی ها و نوشیدنی ها بپردازیم و راجع به آنها بحث و جدل راه بیاندازیم، به صورتی که تمام حواس و وقت ما صرف آن شده و از خدای خود غافل شویم، ناپاکی و نجاست رخ داده است. بسیاری هستند که از کار خداوند و پرستش و جلال او غافل شده و تمام اذهان خود و مردم را به این معطوف داشتند که چه بخوریم و چه نخوریم، و اصلا فراموش کردند که کار و هدف اصلی ما جلال نام خداوند است و پرستش او، نه بخور و بخواب و چه بنوش و چه ننوش. در هر صورت باید توجه کنیم که همه نعمتهای خداوند برای ماست که با تعادل و حکمت از آنها استفاده کرده هم خداوند خود را جلال دهیم و هم مراقب باشیم که رفتار و افکار ما باعث لغزش خود و دیگری نباشد. خدا را شکر برای کلام خدا که به ما داره توضیح میده اینجا که نبایستی تمام ذهن و وجود ما بسته به جسم و اون چیزهایی که میخوریم و مینوشیم باشه، بلکه ما چون جسم نیستیم، در واقع جسم ما معبدی هست برای روح خداوند و ما روح خداوند هستیم. دلیلش این هست که خوراکی نمیتونه ما رو نجس بکنه یا نوشیدنی نمیتونه باعث نجس شدن ما بشه، ولی اونچه که از ما صادر میشه در واقع رفتارها، گفتارها و افکار ما که از وجود ما میاد بیرون، اونها میتونه باعث ناپاکی ما بشه. باعث ناپاکی ما میشه در رابطه‌ای که ما با همدیگه داریم، در رابطه‌ای که با خودمون برقرار میکنیم، در اون رابطه‌ای که در واقع وجدان ما اون رو با خودمون ایجاد میکنه.
بر رابطه‌ای که با خداوند داریم. در واقع همه اینها برمیگرده به اون مشارکتی که خدا با ما برقرار میکنه و بعد ما با خدا و با خود و با محیط بیرون خود رابطه برقرار میکنیم. پس وقتی که خداوند داره این رو میگه، مثلا در اعمال رسولان وقتی که برای پولس در فصل 10 آیه 11 میبینیم، میگه و در آن حال آسمان را گشوده و چیزی مانند یک سفره بزرگ دید که از چهار گوشه آویزان شده بود و رو به پایین به طرف زمین میآمد. در آن انواع چهار پایان و خزندگان و پرندگان وجود داشت. صدایی به گوش رسید که میگفت ای پتروس، برخیز، سر ببر و بخور. پتروس در پاسخ گفت خیر ای خداوند، زیرا من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم. بار دوم همان صدا آمد که آنچرا خدا حلال کرده است تو نباید حرام بپنداری. و خداوند داره به ما میگه که آنچرا که من برای شما مهیا کردم حرام نیست و شما با افکارتون و با اندیشه های نادرستتون و با دید مذهبی که به خلقت خداوند و آفرینش خداوند دارید، اونها رو حرام میکنید، اونها رو خراب میکنید. خداوند میگه که اون چیزی که من برای تو مهیا کردم خوبه، من پدر تو هستم و میدونم که چه چیزی رو برای شما مهیا کردم. و همونجور که خداوند میگه آیا شما که پدرانی گناهکار هستید، وقتی فرزند شما از شما ماهی بخواد آیا بهش مار میدین، عقرب میدین؟ و اگر نان بخواد بهش سنگ میدین؟ میگه چقدر من که خدای نیکو هستم میدونم که شما چی نیاز دارید و بهترین ها رو به شما میدم. پس نباید ما با افکارمون، با تعصباتمون، با فرهنگ های گذشته خود و با تربیت های نادرست خود، از اون طبیعت گذشته خود خیلی از چیزها رو نجس بدونیم و ناپاک، بلکه خود رو بایستی روح خداوند بدونیم و این جسم ما فقط نگه دارنده این روح هست، معبد این روح هست و اون چرا که خداوند در اختیار ما میذاره و در جلوی ما در سفره ما قرار میده میتونیم بخوریم، ولی هوشیار باشیم که چگونه رفتار میکنیم، چگونه حرف میزنیم، چگونه رابطه برقرار میکنیم با هم دیگه. و این چیزی هست که خداوند به ما میگه در کلام خودش و تعلیم میده. و به قول سعدی که میگه هر که او سجده کند پیش بتان در خلوت، لاف ایمان زدنش بر سر بازار چه سود؟ دل اگر پاک بود خانه ناپاک چه باک؟ سر چو بی مغز بود نقضی دستار چه سود؟ یک نکته خاصی رو که در خود کلام خداوند برای ما توضیح میده این هست که در کتاب رومیان باب 14 آیات 2 و 3 رو برای شما میخونم. ایمان یک نفر به او اجازه میدهد هر غذایی رو بخورد، اما کسی که ضعیف است فقط سبزیجات میخورد. کسی که هر غذایی رو میخورد نباید کسی را که فقط سبزیجات میخورد خوار بشمارد، و همچنین شخص پرهیزکار نباید کسی را که هر غذایی را می‌خورد محکوم سازد، زیرا خدا او را پذیرفته است. پس اینجا نکته خاصی رو که در کلام خداوند می‌بینیم این هست که ایمان ما و طرز فکر ما تأثیرگذار هست روی غذایی که می‌خوریم. پس اگر احیانا کسی فکر می‌کنه چیزی که می‌خوره برای او نجس هست، پس باید از خوردن اون دست برداره، چون خودش با فکر خودش اون رو نجسش کرده. و خداوند هم میخواد که افراد با ایمان و درستی از نعمتهای او استفاده کنن. و به قول یکی از برادران ایمانی میگفت که من ایمانم اجازه نمیده چای بخورم یا قهوه بخورم، پس من چای و قهوه رو نمیخورم، ولی این دلیل نمیشه که کس دیگری رو وادار کنم که او هم همینطور باشه. بستگی به ایمان و اون چیزی رو که ما خودمون انتخاب میکنیم کاملا بستگی داره، و اینکه برای دیگری حکمی بکنیم و دیگری رو مجبور بکنیم این کار درستی نیست.
و دقیقا همینجوره خداوند در واقع به ما میگه که من همه چیز رو برای شما پاک کردم. در عهد جدید میگه همه چیز برای شما پاک هست و خوردن هیچ چیزی برای شما ناپاک نیست، ولی اون چیزی رو که شما فکر میکنید، دوباره درباره فکر ما، چیزی که از فکر ما صادر داره میشه، میتونه فکر ما اون رو ناپاک بکنه. اندیشه ما درباره اون خوراکی میتونه اون رو ناپاک بکنه، ولی خداوند همه چیز رو برای ما پاک شمرده بعد از اینکه ما در ایمان نجات دهنده عیسی مسیح هستیم. همه چیز برای ما پاک هست، ولی خداوند میگه فکر تو و اندیشه تو میتونه حتی اون چیزی رو که من برای تو پاک کردم ناپاک بکنه. و همچنین اینکه خوبه که هوشیار باشیم به این مسئله که در عهد عتیق وقتی که شریعت داده شد به انسان و انسان شریعت رو شناخت، گناه رو شناخت، ولی در عهد جدید گناه به واسطه عیسی مسیح پاک شد و برای تمام کسانی که به او ایمان دارن و اون ایمان نجات دهنده رو دارن برای اونها پاک شده. و نه اینکه شریعت از بین رفته، بلکه کامل شد با این کار، بلکه انسان تونست به واسطه کار عظیم خداوند و اون قربانی که خداوند به واسطه پسر خود بر روی صلیب برای همه ایمانداران و یا همه گناهکارانی که به او ایمان آوردن اون رو کامل کرد، از این جهت که نه اینکه اون شریعت ضایع شد یا از بین رفت، بلکه کامل شد با این کار. و حتی میگه که شما با فکر خودت میتونی بله یک غذایی رو نجس بشموری، پس اگر که همچین فکری میکنی پس اون رو نباید بخوری. و برای توضیح این مطلب دقیقا در کتاب رومیان باب 14 آیات 21 تا 23 همین رو توضیح میده. همچنین اگر خوردن گوشت یا شراب یا انجام کارهای دیگر تو موجب لغزش یا رنجش دیگری شود، بهتر است از آن دست بکشی. پس عقیده خود را درباره این مطلب بین خود و خدا نگهدار. خوشا به حال کسی که وقتی کاری انجام می‌دهد وجدانش او را سرزنش نمی‌کند، اما اگر با وجدان ناراحت چیزی را بخورد محکوم است، زیرا مطابق آنچه وجدانش به او می‌گوید عمل نکرده است و هر عملی که از روی اعتقاد نباشد گناه است. دقیقاً. و این رو به ما نشون میده که وقتی حتی اگر شک داریم به خوراکی که این برای ما از نظر حتی سلامتی، می‌فهمیم که خب من الان اگر که قند بخورم باعث میشه که حالم بد بشه، یا اگر گوشت بخورم احتمالاً برای سلامتی من خوب نیست، و حتی مطمئن نیستیم، هنوز به پزشک مراجعه نکردیم، ولی از خوردن اون امتناع میکنیم. و این در واقع اون چی رو که نه اینکه خداوند اون غذا رو برای ما حرام کرده، بلکه ما میدونیم که به سلامتی ما و به جسم ما آسیب میرسه، پس از خوردنش حتی امتناع میکنیم. پس این خیلی خوبه که بدونیم اون چی که از بیرون به وارد شکم ما میشه در واقع باعث نجس شدن نمیشه، بلکه این افکار ماست و اندیشه ما هست، و اینکه اطمینان نداریم که آیا این برای ما خوب هست یا بد، این هست که ما رو منع میکنه از خوردنش. پس خیلی خوب هست که همیشه در دعا باشیم و این رو همیشه بدونیم که ما در واقع روح خداوند هستیم و این جسم ما معبد و نگهدارنده روح خداست، و این رو هیچ وقت اشتباه نکنیم که ما جسم هستیم و خود رو جسم نبینیم. و همجور یه مثالی میزنم که وقتی که ما یک مثلا یک دانه پسته، وقتی که این دانه پسته رو نگاه میکنیم، هیچ وقت اون پوسته سفت این پسته برای ما ارزشی نداره. اگر که اون وقتی که میریم توی یک آجیل فروشی و میخواییم پسته بخریم، اگر که همه پسته ها داخلش مغز نباشه، هیچ وقت اون پسته رو نمیخریم. فقط پوسته سفت اون برای ما ارزشی نداره و اون پوسته سفت فقط بایستی به دور ریخته بشه.
ولی وقتی که دارای مغز هست، مغز این پسته برای ما ارزشمند هست و همجوری اون جسم ما اون پوسته سفتی هست که در پیرامون اون روح خداوند که مغز ما هست قرار گرفته و اون روح خداوند هست که ارزشمند هست و ما رو صاحب در واقع هویت میکنه، صاحب شخصیت میکنه، صاحب موجودیت میکنه. و الا جسم ما اگر که روح ازش خارج بشه فقط لایق سوزندن، دفن کردن و به خاک سپردن هست. در پایان این چند آیه رو از کتاب انجیل مرقس باب 7 آیات 14 تا 19. عیسی بار دیگر مردم را نزد خود خواند و به آنها فرمود: همه به من گوش بدهید و این را بفهمید. چیزی نیست که از خارج وارد وجود انسان شود و او را ناپاک سازد. آنچه آدمی را ناپاک می کند چیزهایی است که از وجود او صادر می شود. هر کس گوش شنوا دارد بشنود. وقتی عیسی از نزد مردم به خانه رفت، شاگردان درباره این مثل از او سوال کردند. به ایشان فرمود: آیا شما هم مثل دیگران کودن هستید؟ آیا نمی دانید هر چیزی که از خارج وارد وجود انسان شود نمی تواند او را ناپاک سازد؟ چون به قلب او وارد نمی شود، بلکه داخل معده‌اش می شود و از آنجا به مزبله می رود. به این ترتیب عیسی تمام غذاها را پاک اعلام کرد. خدا را شکر برای این پاکی و این کاملی که در خداوندمون عیسی مسیح داریم و در عهد جدیدی که با ما بست، و این عهد در واقع کمال همه شریعت خداوند و کمال همه دانشی هست که خداوند به واسطه کلام خودش به ما میده. و این خیلی خوب هست که این دانش در حد دانش نمونه، بلکه به حکمت و معرفت تبدیل بشه در ما، که نه تنها دانشش رو داشته باشیم بلکه در زندگی خود اون رو به کار بگیریم و ایمان ما و معرفت ما هر روز کاملتر بشه در خداوند. آمین. آمین. پس همه شما عزیزان رو به خداوند میسپرم و دعا میکنیم که در زندگی ایمانی خود، در پاکی که خداوند به ما داده، پاک زندگی کنیم و نه در اون پاکی که از دنیا انتظار داریم، چون که دنیا به ما پاکی رو نمیتونه بده، ولی خداوند هست که با خون خودش و با هدیه عظیم خودش و فیض خودش به تک تک ایماندارانش این پاکی و قدوسیت رو عطا کرده. پس همجور که خداوند گفت، ما اون رو با چیزهای دنیایی و خوراکهای دنیایی اون رو ناپاک نمیشماریم. پس همه شما عزیزان رو به خداوند میسپرم و از شما میخوام که با ما در تماس باشید از طریق سایت برنامه rushdino.org و همچنین از طریق ایمیل برنامه rushdino@ymail.com و همچنین صفحه فیسبوک rushdino. پس همه شما عزیزان رو به خداوند میسپرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
داری در قلب‌ها.